گنده گنده جبران منو جبران زندگی داره پول زحمتامون هم افتاد گردن شما ببخشید ماشاءالله سام اختیار بده لقب منم ساناز هستم چی جالب اتفاقا ما فیبریت هم سانازه عجب آدم چی آدم چی عجب آدم مادرم به اینجور آدم ها میگه آدم رومانتیک با احساس خدا مادر تو حفظ کنه ولی ما شده خیلی خوب بلدیم واردیم قشنگ جست مینت من این مدار دیر رسیدم اگر زودتر برسم انشالله تو مهمونی های بعدیتان یه کار میکنم دست میزنی اصلا انگشتونو بخوریم بله خیلی از ظاهرش هم مشخصه واقعا ممنون مشاق حرف دل همون بی صدا میشنم سلام احوال شما خوب سلام آقا فریدون سلام شما. سلام مهندس حال شما خوبی خیلی مخلصم حال شما خوبی زنده باشید برم فدای شما یه لحظه زنده باشید قربون تو برم اصلا نمیگی دل ما تنگ میشه الهی دور تو میگی اتفاقا منم خیلی دارم براتون تنگ شده قربونت فداتون قربونت ببین باور کن نیستی حالم خوبی فداتون شم اتفاقا منم خیلی اصلا دوست داشتم ببینم تو دارم براتون تنگ شده از این پسره اصلا خوشم نمیاد این پسری پلشت زشته که با بابا به شما رفت فریدون این خیلی پسر خوبیه که پسر خوب نده وای 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 شهرام جون خودت حیثیتم رفت این مهندسه بفهمه زار و زندگیمون میریزه کف خیابون باشه انشالله نمیفهمه آخه بابا این رفیقات خیلی زاین شهرام جون بابا خیلی خوب ول کن انقدر گیر نده دیگه حالا ای با دستمال کلت خوش کن ول کن میدونم خودم شهرون هم ماشال کو ماشال کو ماشال مون پیش مهندس بابا انقدر باش گرم گرفت انقدر باش گرم گرفت مثلا تعجب من فکر اینو همدیگه رو میشناسن فکر کنم میدونه بیجا بگیره همونجا بمونه آخه تو شعور نداری دنبال اون را میافتی اون زیگیل آویزو میری اونجا نداره دیگه الان چیه سمت تو آنتن نمیده برو بودو اینجا نریزه با این حالش بدبخت این همه پیاز اونجا خورد کرد واسه این همه آدم خود بدبخت شد بدبخت چی شدی؟ بدبخت من بدبخت شدم مهندس رفیق جینگ بابای منه تو چی میگی این وسط؟ چیه؟ مهندس چی؟ بابای ما رو در برده داداش بیچارمون کرده میگم تو حالیت نمیشه دنبال اون را نیفتی بری تو بازی اون نیفتی دادا دمت گرم خدا پدرتو بیامرزه یه آمپوری سرومی چیزی به این بزن دادا ما که تو الان فقط توهم میزنی اصلا این کارا نیستیم چی شد تو فری رگبار منی عشق من غریف کن خودت بهتری بگم گشنمه باور میکنی برو بابا برو همینجوری بالا میاری برو بشین میدم بابا میگم شهرام جون بله چی بود کبابی میاد میگم این رفیقت انقدر معرفت داری دو تا سیخ کباب بیاریم و بخوریم بفرمایین دیگه تعارف نگیرین دیگه باشگاه خودت تعارف عالی شد ببخشید ساناز خانم اون چاقو رو میتین بله خواهش میکنم بفرمایین خدمت شما چی قشنگ دادین دست شما درد نکنه خیلی متشکرم اصلی شما موضوع باشه اصلا نبود تخصص چیه تخصص من بیشتر پوست و موی هست بله بفرمایید. آقای دکتر پوستمو یعنی شما دکتر متخصص پوستمو هستی؟ نه خیلی نه خیلی یعنی منظورم این هستش که آرشکار دیزاینر. یعنی چی؟ یعنی سلبریتی دیزاینر اند مو اند فیس. خب این نمیدونم ترکیب اینا با هم چی میشه دکتر؟ آرایشگر هنرپیشه ها آدم‌های معروف بل. میکاپ میکنه صورتشون رو و آمادهشون میکنه برای جشن ها، مهمونی ها و فیلم ها آقای دکتر تجربه خوبی دارن درست خدمت شما عرض بشه که این چون اگه نباشه لیمو کم میره به خاطر بیان خدمت شما عرض کنم که اکثر آدم های معروف میان پیش ما ساناز خانم باب میل خانم ها بود؟ بله عالی بود دستتون درد نکنه خیلی زحمت حالا انشالله دوباره دور هم دیگه جمع رفتیم به ما زودتر خبر بدین یک جوجه اردک درست می‌دونم که خود جوجه اردک تعجب کنه چجوری از اردک ما همچین چیزی رو بسیار خوشمزه ان شاء الله آجی جونتم این گوشی یه بند از این خوره ها کیه آزین فکر کنم همکارته وصلش کن بزنم گوش یه بلنگو بس با هم گوش کنی سلام آزین جان جان جانم آها من زنگ زدم آره میخواستم ببینم فردا میشه جای من بری شیفت وایسی نه به اون ربطی نداره نه جون تو ربطی نداره
گفتی بابا؟ میگم ربطی نداره دیگه، بیخیال شو. چی؟ چرا؟ چی؟ نامزدیشون به هم خورد؟ کی؟ گیر کردی روی ایا. خیلی خوب دمت گرم گفتی. آره میبینم میبینم. قربان خداحافظ. اینو بگیر آجی افتاد. آجی 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 میگم بزن بلنگو دیگه. ای بابا ای داشتی؟ چی داشتی؟ اینکه چیز روی از هم دیگه پنهون کنی. من چی رو ازت پنهون کردم آجی؟ همین قضیه نامزدیه. کیه؟ آه علی نامزدیش به هم. علی خواستگار خوده؟ که نامزد کرد بی خود نبود که ازش خوشم نمیومد. آچی الان داری میگی؟ چرا همون موقع نگفتی؟ تو چرا نگفتی؟ چیو؟ همین قضیه نامزدیو میخواستم بگم و ولی گفتم به گوش پری و شهرام برسه زخم زبونشون آدم راحت نمیذاره. همچین میگی انگاری من قرار بود به گوششون برسونم. بعدم آجی جانم دورت بگردم. قشنگ من الان کسی که همه چیزو از دست داده اونه، نه تو. آزین نگفتش که این نامزدی شروع به هم خورد؟ میدونم. گفتش فقط علی اومد سر کار خیلی دمق بود، گفته که دختره یهویی زده زیر کاسه گوزه همه چی به هم زد. هر کی با آجی جان من این کارو بکنه حقشه. قشنگم دونت بگردم آجی. بین خودم دوتا بمونه. خب چی بین خودتون دوتا بمونه؟ شماها دوتا که از حس ششم پریوش خبر دارین. آدم خصوصی تو این خونه نمیتونه صحبت کنه. من میگم انحصار وراثت کنیم برای اینه. انحصار وراثت دکتر بعد از این اینا رو هم بشوریم. نه میخوام بدونم تو ویلا داری؟ آره تو ویلا داری؟ میخوام بدونم این ویلا داره؟ بابا نداره بابا. نه یه نصب کنم ببینم چی میگه. شهرام جون نپر. نه آخه داری میگی که در برای چیکار ویلا شما؟ تو پول نداره که کفن داشته باشی. آقا جان ما ویلا ندارم. بهتر از تو که یک سرای داری پیش نیکه. بابا یه بار بابا شهر نه بکن. بری شهرام نه نه همه اینا تقصیر توه. همه اینا زیر سر توه. نداره ولش کن. چیکارش داری؟ این نمال امشب اینجا بمونه. خیلی خوب همین امشب برش میدارم میبرمش خونمون. تمام غلط. ها غلط بزاره بابا نرف بزاره. ببین چه چلی بابا نرف زد. خب فردا برش تا ببر یه مغازه ببینه پسند کنه من برم ببندم گروش رو از اینجا گم کنه. من با این تو بهشتم نمیرم. آقا جون چی فکر کردی بابا؟ تو تو جهنم بابا بریم. آقا نزن. آقا نزن بزنین بخور خودم میگرم. آقا مگه فردا نمیدونی من خبر مرگم میخوام برم ننمو بردارم با مهربان جون بریم اون نادر رو ببینیم بدبختی مصاف کنم. آقا مگه تو میخوای بری با نادر حرف بزنی؟ آقا خب اصلا بذم اونا حرف بزنن. باشه من میرم دنبالش میگم آقا راه آژانسه. فردا من برم یعنی دنبال مغازه آره، بگردم برای آره، نلنگ. آره تو ای بابا دست ببینید. یه لحظه اجازه بده یه لحظه. شهرام جان ما با تو راحت‌ترم. خب برو شهرام میشن شیشه. اینو بردار اینجا ببر. من ببرم اینو بردار ببر نمیدونم. آقا تو ببرش من نمیدونم. ببر اینو. مامان پری چرا آماده نیستین؟ پس دیره مامان. ببین یه اوم از دست این مادر این زن من چی کشیدم. میبینی اوستا آماده شه سریع. بیا این اتو رو درست کن. چه چادرم چروکه. اتو زمنان جلو خواهرت اینجور پشت سر من لغز نخون. اونم چشم باسشم. بابا عروسی که نمیخواین برین تو رو خدا بیاین مامان دیره. صبر کن ببینم چرا لباس کار نپوشیدی؟ مگه نمیخوای بری بیمارستان؟ نه دیگه. ها؟ ها؟ مرخصی گرفتم دیگه امروز داداش. مرخصی گرفتم. پونه. پونه اون گوشواره بلنده ای منو ندیدی؟ همشون تو اون جعبه چوبی رو تاخچن دیگه. نبود. کدومو میگی اصلا؟ همون که پایینش پر داره. آها اونو که من انداختم. پری. باز رفتی سر جعبه جواهرات من؟ چرا گوشواره منو انداختی؟ مامان جواهرات کدومه؟ کی گفته مال شماست؟ گوشواره خودمه. پری مگه تو این گوشواره پرداره رو واسه من نیاوردی؟ چرا آوردی؟ مبارکتون باشه. چرا این انداخته؟ حالا مهربان جون یه دفعه اون انداخته ببخش. ای یه جا ببینم. ها
حالش که زیر اون روسری گوشواره شما رو میبینه. ببینم اصلا کجا میخواییم بریم شما؟ بابا چرا غیرتی میشی؟ کسی با گوشواره من چه کار داره؟ اینا دوتا سر گوشواره دارن دعوا میکنن. جواب من نیست، یه چیزی که هست. چند بار بگم قربونت برم، داریم میریم دنبال کارهای شهرام. کدوم کارهای شهرام؟ همین کاراش، همین کاری که بخواستیم دنبال یه زنی بگردیم برامون. شای همه هم بایستادن تو خیابون ردیب، شما برید انتخاب بکنید. ساده الهی فدات شم، سایه سرم. تو چرا از وقتی خودتو بازنشسته کردی خونه نشین شدی اخلاقت اینطوری شده؟ چرا اینقدر کار به کار زنا داری؟ اینا رو بشین تعمیر کن، یه کار مردونه بکن. یکی جواب منو بده. آی بالاخره این گوشواره مال کیه؟ تو اینو برای کی آوردی؟ مهربان جون راستش ما اینو اصلا به نیت پروانه خریده بودیم. وقتی آوردیم پونه خوشش اومد، گفتیم بدیم به شما دوتا بچه ها استفاده کنه. دست شما درد نکنه، از کیسه خلیفه میبخشی؟ مامان چون قربونت برم، ما برگشتیم اینا رو من در میارم میدم به شما. نمیخوام. بیا بریم، بچه مردم مرد زیر زل آفتاب. نمیخوام، مال خودت. کی؟ پری؟ کی؟ کی؟ چی کی؟ ها؟ همین؟ همینایی که داشتیم میرفتیم خواستگاریشون پیداشون کنیم بالاخره برای مرشاد. بریم بریم، من حاضر شدم. پروانه نمیاد؟ پروانه بابا داره پول در میاره. اصلا تو این اتو رو درست کن مثل رود ریختیش وسط چادر من شوخه. کراس سوخته درست شدنی هم نیست، خودت درست کن. ای بابا اصلا تو اتو درست کن نبودی. پری بیا اتو رو ول کن. آخه تو فکرشو بکن، شوهرای مردم براشون ماشین لباس شویی تعمیر میکنن، اون وقت من با چادر چروک بیام. فقط قور میزنم. دیگه کیس بگه مهد، پس تو چی بلد؟ حالا که خودتو خونه نشین کردی، لاغل یه اتو رو تعمیر میکردی، من آبرومو حفظ میکردم. این همه من حواسشو دارم. درستش میکنم چشم شد نوخه میمیره برام. بیا مهربان جون در ببر. حواست به من باش. باشه باشه، حواسم هست. ای فاک نیفتی نیفتی. سلام علیکم. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ مواظب باش. خیلی لطف کردیم واقعا، خیلی محبت کردیم. آخه پس من چی؟ چرا ماشین یه نفره آوردین؟ نه ماشین یه نفره نیست، ماشین باریه بزرگه. مگه ما باریم؟ نه منظورم من اصلا اینجوری نبود. منظورم اصلا منظور چی بود؟ منظور منو بلش کنید. منظور من این بود که پونه خانم بشینم پشت فرمون، شما هم که داره مهربان خانم بشینم. من نمیتونم جای تن بشینم، نفسم میگیره. منم وانت نمیرونم. باشه ایرادی نداره، یه کار دیگه میکنیم. من پر خانم میشینیم عقب، خب شما هم بشینیم پشت فرمون دیگه. چاره‌ش خیلی دوست دارم بشینم پشت فرمون، فقط سایه سرم اجازه نمیده. یعنی شما بلدین رانندگیو؟ نه خب بلدم نیستم. پس این قضیه منتفیه، ولش کن. ولی من عمرن نمیرم بشینم اون عقب تو این پا دردم. دیگه چاره چیه؟ نمیتونم نمیرم. سو اومد. ای وای بفرم. پری جون از این بر بیا. در داره اونجا، بفرم. در که نه، بیا. نه ترس، پله داره. خواهد بذارم. خب دستم بگیر. آخی بیا. بگو بره. از خدا همش نظر. بردم نده باباشون دکترن بینده بنز زیر پاشونه. شانس ما هر کی به ما میفته این خودم گدا گله هست. کیف نداره، اینجا خیلی درد داره بابا. بگو یواش یواش سرد باد رو. آقا کی میرسیم؟ کی؟ چقدر دیگه میرسیم؟ کوچه پس کوچه، ببین نمیتونه برسه. بدتره که میپینچه، کمرمون درد میگیره. با
حالا ما سر بزرگ کجا بودیم بریم این ماجرا رو جوش بدیم؟ من نمیدونم. بکر شهرام یه سواری بیاره ببینیم پسر دیم. پسرم تو خونه بابات فیکس داری؟ تصویب یه تدریسی دیگه چی میخواه؟ فضام که بزرگه، 20 تا صندلی بزار مشتری بشینم، خیلی خوبه با خیال راحت کار کنی انشالله. دست شما درد بغلش در پنجره سازی، این ورش کارگاه، محیط شلوغه، قفس طور مشتری آرامش نداره. آقای از اینجا قبلا آرایشگاه بوده. بخاطر همین بنده خدا رفته دیگه. نه عزیزم، مستاجر قبلی ملک خرید رفت. بفرما اینجا برات اومد داره. آشنای من انشالله این دیگه داشته باشه. بفرما خرید دیگه خوده شهرا دلم نیه. برو گفشو بیرون شهرا، برو گفشو مردشوری. آقا مورد پسنده برو بابا دیمونه همون کردی با بشین دیگه. همه آپشن ها رو داره دیگه. چی میگی دیگه؟ تو داریم به سلامت رفاقت ها؟ رفاقت نی بابا فلاکت تو رفاقت نداریم. بشین بابا، من امروز یه مغازه به شما میدم. بشین بریم بابا، بریم بابا. میدازه چو چاله، میدازه چو چاله. وی دلم اومد تو حلقم. خیلی نبینی با این رانندگیت. باش چقدر پیچ داشت. اصلا من نمیدونم اسم خودشو میذاره راننده، بلد نیست یه دونه از این پیچه ها رو رد کنه. ببخشید شرمنده واقعا، ببخشید. میشنوه، میخوام بگم که میشنوه. اونا دست انداز داره دیگه، ببخشید جان. پدرم در اومد. کجاست جان؟ خونش کجاست؟ خونش همینه. فقط مهرب خانم بسخواهی میکنم، ببخشید این فقط خانومش یه خورده بی اعصابه، یه دفعه قاطی میکنه، زنگ میزنه سر دک برای آقا اسخر آقا رو خبر میکنه. فقط یه خواهش دارم شما فقط ازش بپرسین که شوهرش کجاست. همین بی اعصابه. بله همچین بزنم تو گوشش که یکی از من بخوره دوتا از دیوان. ما واسه دعوا نیومدیم، ما برای وصل آمدیم. چی بنده از کردن آمدیم؟ نشنیده با شهرام چجوری عرف سر میخواست واسه چای جان بیاره. بابا مهربان جان، بدی آب و هوا رو ما اون پشت کشیدیم که نشستیم جای بد. شما که جان گرم و نرم خوب بود، حالا میخوای دعوا درست کنی بگو. نمیخوام، بذار من دارم درستش کنم. آره خودم نرسم. عروسای قدیم یه جای احترام واسه مادر شوهرشون قائل بودن. چرا عصبانی ام تو؟ درد از زنگ داره. بابا نه آروم تر میزدی نمیشنیدیم. آخه آره یه ذره بلند فهمیدیم زنگ داره. بعد ایوا چایی چقدر بیچسب به بعد اون بانه. نه بگیر برایش. دست شما درد نکنه. به به چه تمه این خاله. مام بگیر پایین تر که دستشون برسه. خاله نمک نداره. ماشاءالله بچه های خودتون هم میبخشید. این مهربان خانم ما امروز دنده چپ بلند شد. خیش میکنم ماشاءالله سرزبون دارم هستن. شالله روزی خودتون باشه. قربون شما. چقدر شلوغ میکنن بچه ها شیطونه. بچه هم دیگه بگو ماجرا که اومدیم. سر صدا میکنن، تلویزیون هم صداش بلند میزن. خانم کوچولو دست داداشو میگیری یه دقیقه برین تو اتاق ما دو کلم با مامانتون حرف بزنی. مهناز جان دست بچه ها رو بگی برو تو اتاق. بچه ها بریم آتنا، بریم تو اتاق. میخواییم خاله بازی کنیم، محمد آتنا پاشی بریم عرسک بازی کنیم. بیاییم بچه ها. رفتن؟ بله رفتن. چرا نمیگی شوهرت کجاست؟ که مثل مامان. ببخشید من متوجه نشدم الان کجا بودن شوهر من چرا واسه شما مهم شد؟ خیلی برای ما مهم نیست، اصلا برای ما مهم نیست. مهم نیست ما فقط از لوزه شهرام پری. آی دلم این وانته هی پیچیدیم. میخوای نبات بریزم تو چایی؟ نه چای کافیه. من بگم دیگه شما هم یه ذره اعصابتون مثل که نه اعصابم خورد نیست و کار دارم زندگی میبینید که بس هر وضع زندگی ما. آره ببخشید مزاحمم شدی دیگه. چیزه یعنی که ما اومدیم که یه وصیت نامه یه که ما یه پولی باید بدیم شرطتون. یعنی یه پولی باید بدیم خدمتتون. پس نکنه شما طرف اون پسر دیروزی اومدی؟ آره دقیقاً. خب پس چی؟ من بهش گفتم اگه پولی چیزی میخوای بهم بدی بده، اگر نه که اصلا من خیرش گذاشتم. نه اینجوری که نمیشه. شوهرتون زندونه
روتو نمیشه بگی. خانم این چه حرفیه میزنی؟ شوهر من آزارش به مورچه هم نمیرسه. بچه هیچی نمیگی، زیر لفظی میخوای. بابا مامان زشته، چرا اینجوری میکنه؟ آروم کن مامانو. چیزه یعنی که ما میگیم که ما رو از خودتون بدونین، ما اومدیم جا یه ذره با ما درد و دل کنین. میگم یه مثلا یه بندی تبصره چیزی نیست که به ما بگین چی شده، قضیه چیه. ما دلمون میخواد بدونیم شوهرتون کجاست. آره ها چی میگه؟ من نمیشنوم. شما میشنوی؟ نه بیمارستان. من نمیشنوم. کله به اون گندگی رو میتونی تکون بدی، زبون به این کوچیکی رو نمیتونی تکون بدی. خب یه علامتی، نشونه، یه چیزی بگو ما بفهمیم چی میگی. زشتم بیمارستان رمانی تیمارستان. بیمارستان. خیلی خب دکتر بعد از این، خدا بگم نگذره از اون کسی که این ماشین رو دزدید، از اون روزی که این ماشین رو دزدید زندگی ما از این رو به اون شد. خدا الهی ازش نگذره. تو خدا نفرین نکنید، اون دزد بدبختم مادری داره، پدری داره، درست نیست؟ راست. خواهرین چه حرفیه تو داری میزنی؟ من شبانه روز همینطور کارم نفرین کردن، بلند میشم میشینم همینطور دارم نفرینش میکنم. خدا الهی بگم نگذره ازش. نمیدونین چی کار کرد آخه با زندگی. خدا الهی بگذره ازش. نمیدونین چی کار کرد با ما. والا به خدا شوهر من چی کار داشت به کار کسی؟ آقا نگاش کن، سر به زیر، متین، دلسوز. ما چه خانواده. آخه دارم نقاش بود، هنرمند ساختمون بود، ساختمون. مساله که گرون شد همه این کارگر رو بیکار شدن. چه کار میتونست بکنه؟ بعد میخواست نور سر پنجره دراره دیگه، چه کار باید بکنه؟ بلند شد رفت یه وام کلون گرفت، یه ماشین گرفت انداخت سیر پاش که بتونه نون ما رو دراره. چی شد؟ چند روز بعد ماشین رو دزدیدن. بیکار دستش بشکنه. خدا نکنه. میگی بی خود میگم دزد شارلاتانه. یعنی همه این اتفاقا به خاطر اون ماشین و دزد ماشین. بله. پری خانم. بله خدا فهمیدم. الهی بمیرم برو، الهی بمیرم برو. تازه بدبختی من که از اینجا شروع نشد که. چی شد؟ بدبختی من از اینجا شروع شد که وقتی ماشین رو دزدیدن من همینطور بیکار بود تو خونه ای راه میرم، دیوونه شده بود. صبح تا شب من بچه ها رو کتک زد. دستش بشکنه. خدا نکنه مریض شده بود، دست خودش نبود. بمیرم ما هم دیدیم دیگه چاره ای نداریم. چیکار میتونستم بکنم؟ چاره ای داشتم، زنگ زدم بیمارستان روانی، اومدن بردنش. بدبختی من تازه از اینجا شروع شد. چرا دیگه؟ من که برادرم ممنوع ملاقاتمون کرد. کیو ممنوع ملاقات کرد؟ یعنی اونو ممنوع ملاقات، یعنی این که به ما گفت، به ما گفت حق ندارین برین ببینینش. به خدا، به خدا من دلم برش انگام شده، نمیتونم ببینمش، دلم برش تنگ شده. ایوان بیچاره. حالا میشه به این کدوم بیمار کند؟ این مغازه رو کار کارتون ها؟ فقط همینه. آره همینه. یه کار شماست. آقا پیاده شده. مغازه ویو عالی، متراش هم بالا. نه صاحب ملک هم زنگ زدم داره میاد. دست شما درد نکنه. نگرفت برو. نگرفت تو رو مگه میخواد باید ازدواج کنه مغازه؟ شهرام جان ببین تخصصش. بابا ساکت باش بابا، تو چش نداری تخصص داری؟ بذار بیاد باز کنه ببینیم دیگه. اینجا قبلا هم انسانی بوده؟ آره قربونت برم، مستأجر داشتیم قبلا. چراغی روشن کنیم؟ خب کنترل نصب نکردیم. ویت مینت، ویت مینت. خب هرچی من میگیرم چرا این که ناست؟ ناسه چرا اینقدر مشکوک عزیزم؟ تو همون 18 متری خدمتتون عرض کردم. شهرام داش کوچیکه. ببند حلقه تو، مگه میخوای فوتبال بازی کنی اینجا؟ بابا این صندلی مشتری انتظار نیاز داره یا نه؟ مردم میان دستف بایستن نمیدن. خب ما از این بهتر میخوام برم جای بهترتره. ببین ماشار، تو اونجا پادو بودی، اینجا میخوای بیای آقایی کنی واسه خودت. دوتا صندلی میذاری قشنگ آینه قدی هم میچسبونی اون روبرو، ده تا هم صندلی میذاری مشتریا میگیرن میشینن اینجا صف انتظار. یه دشوری یا آشپزخونه، یک جای استراحت نیاز یا نه؟ آقا غلام ببین پسر جان، اینجا موقعیتش عالیه،
این اطراف اصلا آرایشگاه نداریم. اگه یه مقدار زرنگ باشی و کارت درست باشه، مشتری ها کل این منطقه رو جذب میکنی. اصلا خودم میشم اولین مشتری. حالا شما اولین مشتری باز نشی بهتره. آقا غلام هم صحبت. آقا بریم جا بالاتر، شاید خوب جای بهتر باشه. بالاتر دیگه کوهه، کوه. مشتری ها خودتو گرگ پاره میکنه، میفهمی؟ راست میگی عزیزم، راست میگی. آقا غلام یه لحظه ما رو تنها میذار. خیلی عذرخواهی میکنم. ببخشید داداش، نوکرتم. پس انداز داری غیر از این پوله؟ من خب هم پولی که شما به ما دادی. حالا میگم اگه یه مقدار بیشتر به ما بدی، دم دستت باشه. من باز ببین. رو تو کم کن. دیوونم داری میکنی. از فردا هم خودت میافتی دنبال آرایشگاه. باشگاه هم دیگه پیدات نمیشه. فهمیدی؟ به رفتار شایسته‌ایه. دقیقاً شایسته تو بچه پررو این رفتار. همش زور، همش خوشونت. خیلی خوب بابا، حالا همین میگیم یه جوری با هم سر می‌نیم دیگه. تا یه چیز میشه به هم زنگ می‌زنن، هم دیگه رو چیر می‌کنم می‌ذارم بتونم. الو فریدون. کجایی؟ نوکرم دادا. چش. چش داده، چش. من میمونم منتظر تا تو بیای. نوکرتم. خدا. سیدی آدم پشت فرمون با گوشه حرف میزنه. مردم چه بلا مهمونی ای بود. مهمونی نبود که، کار خیر رفتیم انجام بدیم. ای وای پونه پونه، دستمو بگیر بیام پای چش. یه ذره کمکاش خوشگله. بله خیلی رانندگی شما هم جالبه. ببخش. ممنون. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. کار نگهدار. نمیای؟ چرا؟ شما که غریبه نیستیم، بیاین بریم تو دیگه. بله چش. الان من ماشین رو پارک می‌کنم میام اونجا منتظر. کار نگهدار. خیلی رانندگیتون. خواهش. بابا یه مدت ما اصلا دیوار مرگ شهربازی کار می‌کردیم. الانم انقدر غیرتشو دارم این موتور رو بدی یا بالاخره یه کاری باش میکنم دیگه. بابا چی میگی؟ ما این موتور خودمون با بدبختی از صاحبش میگیریم. تو هم اومدی این وسط هوار شدی سر ما، حالا موتور هم میخوای؟ ساناس خان چیزه؟ نه شما دیگه از همجا برو دیگه، ما خودم میرم. چی میگی؟ برای چی اینجا منو پیاده کردی؟ یه تیکر پیاده میرم. آقا ممکن بیاده برم یه خورده فکر کنم دیگه. بیا بریم کت بسته تحویل قربانت بدم، علکی شهر را ننداز دوباره. با داداش نمیبینی جلوی باشگاه چقدر شلوغه؟ اینا ممکنه آشنایی مهندس باشن، برای قربان بد میره. ما سوسکی میرم تو اتاق فریدون، کپ مرگمو میذارم. خوبه؟ بابا هنوی مور تو ننگی نداره. یه بار دیگه تو برو اونجا شهر بپا کن. همون دیوار مرگی بود که روش کار میکردی، همون بالا پرتت میکنم پایین. همش خشونت، همش وحشیگری. برو ببینم مردش رو قیافتو ببرن. دوست داشتنی هستی. برو برو تا نزدم سیاهت کنم. برو. من خیلی از وصف سفید خوشم اومد. به نظرم یکم بیشتر روش کار بکنیم خیلی جواب میده. من هم شب با مهندس صحبت میکنم، نظر اونم ببینم. پس خیال راحت باشه دیگه. من بابا حرف میزنم. شب باشه اصلا تو جلسه. کجا میری؟ میرم خونه. خب پس بیا منم تا اینجا برسونم. مزاحم نباشم. بابا چه حرفیه؟ زگار بی مهر، بی وفای، بی تربیت. آخه یارگی زرنیخ چی داره که ما نداشتم؟ این نمتنه را بره، خواهد پینچری ماشینتو بگیره. یا الله نوکر همگی سامانی ساکت. آقاد خواب الان بیدار میشه، شهر میشه. خیلی خوب، چه خبر؟ جلسه رو گذاشتیم تو اتاق تو. دوستتم اونجا منتظر. نخور اینا رو، نشست است مریض میشی. ایشالله که خبر خوشه. تو برو برو جلسه، منم اینا رو میشورم میام. چی شد؟ هنو خبر نیم. ایشالله خوبه، ایشالله خوبه. بونت برم فدای اون جای گازت بشم. من به سر پری جگر پری.
که سلام. چه چیه؟ طلب داری؟ چمه؟ منو برداشتین آوردین گوشین توی این لون موش، مگه از سیری آوردین؟ به خدا با گربه این کارو نمیکنن که دارن با ما این کارو میکنن. توقع داری بذاریم وسط خونه با خانواده حلوا حلوات کنیم؟ آخه چه کاری آخه؟ سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. بیا لالا، گوش سلام. میام. چقدر این اتاق زیباست، خیلی بهبهیه. سلام علیکم. بیشتر از این لونه این موش نبود برای جلسه. شما ببخشید دیگه، معذرت میخوام. اینم میوه برای جلسه. استاد فهمه دمایت هم بیار تو. خیلی خوب بابا، پری گفت میوه رو ببر برای جلسه. خیلی خوب، بیا بفرم. جلسه سریه. چرا تو این لونه خب موش جلسه؟ خب چرا داد میزنی حالا؟ باشه نفس آدم بالا نمیده. من از خواهی میکنم، قرار نبود بیا. پری گفت یه سر رو میوه هم ببر دیگه. سلام. جلسه از همین الان رسمیه. فقط با هاتون شرط رو بی کنم، همه تون پریوش رو میشناسین. کاری که بگم میکنم. اگه صدای هر کدومتون از این لونه موش بره بالا، اوستا شفی بفهمه، من یکی اول همه میزنم سیرش. من چه من کسی در جلسه هم دمنا بودیم در حال بفهم. حتی جلسه تون رسمی نشده، یه مطلبی رو خدمتتون عرض کنم. بفهم. نه من موشم، نه اینجا لونه موشه. خیلی خوشگلم عزیز دلم. شهرام پری، اینجا لونه امید ماست. بزن تیمارستان برای چی؟ بابا جان گفتم که داره شلوغش میکنه. تیمارستان چیه؟ بیمارستان روانی. خب چرا؟ از من میپرسی چرا؟ من بردمش اونجا. خب یه جورایی بله، طفلی بچه هاش. مامانم به خاطر این بچه ها تو در همسایه نگفته که کجا بردن شوهرشو. آقا یه دقیقه گوش کنید، هی دارید واسه خودتون میگید، یه خطی الان برای من بگید کل این ماجرا چیه؟ بابا امید مادر، سکندری نرو گیجم نزن. بابا وقتی که شما این ماشین رو برداشتین بردین دزدیدین، خب حالا برداشتین بردین، یه گندبکی با تو بوده که وقتی نادر دیدتش هول کرده خوب کرده. خودم خودت بودی؟ خودم همون افتاده اینجا. خودم حالا خوف کرده، اونو دیده ترسیده، حالا روانی شده افتاده تیمارستان. بابا تیمارستان نه، بیمارستان روانیش. بیمارستان روانی. داره خب داره راست میگه دیگه، یارو رو برداشتن قل و زنجیر کردن گردنش تو بیمارستان میشه همین. البته خب با حرفای خاله خانم خیلی موافق ترم. به هر حال تیمارستان و بیمارستان تومن سنار با هم دیگه متفاوته. خیشون دکتر بعد از این هست. تو هر دو دقیقه یه بار میشه لایک ندی به کامنت های امه های من؟ به هر روی قضیه اینه که سریا جون، سریا جون، سریا جون همسر آقا نادر دیگه. شما زنها چرا اینجوری این دو دقیقه هم دیگه رو میبینین جون؟ الان مسئله سریا جونه یا یه جلسه به خاطر چیز مهمتره؟ داداش راست میگه دیگه، الان مسئله اون نیستش که تو حالا داری به یه چیزی گیر میدی. البته خب اینی که از اون تو بیارنشم بیرون خب خیلی. کدوم تو؟
همون تیمارستان روانی مگه الکی درش بیارن بیرون؟ این حرفشون کاملا صحیحه، اینجوری هم الکی نیست، نمیشه به همین راحت بیمارو برداشت بود که. اتفاقا یه بار تو زندگیت حرف درست حسابی و از سر عقل زده باشی همینه، باید درش بیاری. نه نه نه، اینجوری به قضیه نگاه کنید، بیاد بیرون چیکار کنه؟ یعنی چه کار کنه؟ بلنشه بره سر زندگی، سر خانواده‌اش، سر کارش. جوهره مرد کاره بابا. وقتی یه مرد بره سر کارش حالش خوب میشه. الان ببین اوستا نرفته سر کار، حالش بده. ببخشید اونجا گفتن کارش چی بود؟ نقاش ساختمان. میگه نقاش بهبهی هم بوده. حالا ما ساختمونی که نیاز به نقاشی داشته باشه از کجا گیر بیاریم؟ نه ساختمون. به قول اون فیلمه اونش با من. اوف بابا. بری اینها رو که آدم حساب نمی کنن، یه کلام نمی گن که کی میاییم، کی می خواهیم بریم. رفت باش بس وایسا وایسا منو میخواد وایسا وایسا اونه صفایی داره داره شوخی میکنه باشه آره شوخی چیکار کنیم الان؟ من میگم بفرستمش پیش حسین قصاب دنبال شاگرد میگم. ببخشید مهربان خانم، ببخشید من دخالت میکنم. اون قصابه، این نقاشه، بعد یه نقاش نمیتونه دنبالی چه ببره، نمیتونه دل و جگر بیاره. نه فریدون خان، فامیلیش قصابه والا خودش نقاش ساختمانه. الکی تو جلسه شرکت کن. چه جلسه ای؟ اگر اینجایی نیک جمع‌بندی کلی میکنیم، این آقا رو بیانین کنار دست اوسا همینجا رو نقاشی کنه. دو سال پیش اینجا رو رنگ کردیم، هر سال چه خونه رنگ نمیکنن که. بابا چرا بحث الکی میکنین؟ من ماشین براش ردیف کنم، با ماشین بره سر کار. حرف همونه که شهرام گفتم. البته من با نظر پروانه موافقم، چون اگر بره سر شغلی که بهش علاقه داره تو روند بهبودیش تاثیر به سزایی میذاره. البته اگر پزشکش هم پزشک حاضری باشه، درمان مناسب و بعد در زمان مناسب ترخیصش کنه، اون وقت ما هم میتونیم بهش کمک کنیم. دکتر دیگه یه چیزی میرزا قلم دون، شما که دکتر بعد از اینین سینه میدونی 10 سال یه بارم به زور خونه رای میکنه. از تو ترگل نه وا خیلی خوبیه، یعنی میشین اینجا هم بالا سرشیم، هم دم نوشو از این عرقیات بهش میریم، قوه میگیره اعصابش. حالا سر یه لحظه ببینم این بیمارستانش کجاست. خیلی خوب نوکرتم اوسا، دیدی چه کار کردی؟ اوسا شوهرم از بین میبردی میکشتی. من چه ربطی داره؟ من سالهاست میگم این خونه رو انحصار به راست کنید، بفروشید بریم یه خونه یه نوساز که سوس نداشته باشه. واسه اینقدر سوس کردم بابا، من دارم نبضشو میگیرم. دکتر داری کار سر مریض که نباید اینجوری حرف بزنید که. ببخشید دکتر. آقا خانم دست اکسیژن دارین اینجا؟ دست اکسیژن ما کجا بود بابا؟ بابا این دکتر بعد از این تمام هنرش اینه که یه آبغن درست کنه اینجور مواقع. ای بابا تجهیزات نداره. واسه چی میزنی؟ واسه چی میزنی؟ دارم به شوک میدم. نمیدونستم که بزن. خوب کردی شهرام. ای بابا اوسا بهوش اومد. اجازه بدید برامدگی ها چی اینجا؟ چیه؟ قند؟ باشه این همه قند بریز دو اوسا 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 این حالش خیلی خوبه.
شما کجا بودی شما؟ قربونت برم. یه سایه سرم از این بخور. نه این آب قنده، عادت. مری جا کجا بودی؟ ما هستیم. ما کنارتیم، نترس. کجا خونه بودی؟ بابا تو اتاق پایینی، اتاق من. همینجا. اتاق ایم. فکر کنم. نه این عادت داره آب قنده. قربان جان. آقا قربان. با چی اومدی؟ میگنه چرا تو دوید از چی بیای؟ بزنم با همین چنگ چشی در بیارم. هیچ رفتار دور از ذهنیه باز. چرا اینجا همه گی وحشی دارن؟ او ما دیدم دستانه گفتم بیام یه گوشه کار رو بگیرم کمکت کنم. اومدی کمک؟ بسم الله بفر. باور کن ما میگم اینجا شما خیلی زحمت میکشی، کسی هم نیست قد بده. آره والا اینو قبول داری؟ آه بابا تو این دور زمونه اصلا ما میگم این باشگاه رو دست شما میگرده، اصلا شما نباشی این باشگاه خوابیده. کی سر جای خودش واسطیده که شما واسطیده باشی؟ همین مهندس قول بدم تو اسم مهندسی رو هم به زور یدک میکشه. یک ذره از این کارهایی که شما اینجا انجام میدید میتونه انجام بده؟ بدون شما میتونه اینجا رو اداره کنه؟ نه آره والا بس که پسری هم نداره که کارا رو بهش بسپره. نه نه با یه تک دختر داره. پس کی دمه داره با ساناز خانم داشت حرف میزد؟ اون داییشه، برادر زن مهندسه. برادر زن جای ساناز خانم میشد. چطور میگه؟ آخه چه کوچیک بود. خوشحال شدی؟ دوستاشانی هستی؟ دوستاشانی هستی؟ بابا دمت گرم. تو قرنجه رو بیا کمک کنی، فقط باید انگیزشی بلدی بزنی.